مثلا این کارا چیه؟ مثلا مثل خوندن کتاب، خب مثلا خوندن مقاله های علمی، خب مثلا کدینگ، نمیدونم یاد گرفتن نرم افزار جدید، خب نمیدونم تلاش کردن برای پیدا کردن کار بهتر. خب اینا یه سری تسکا هست که همیشه تو زندگی هستش. خب یعنی مال این هفته و هفته بعد فرار همیشه اینا تو زندگی هست و آدم همیشه کم هست. چجوری ما زمانمون رو بیایم این تسکا رو بیایم اول شناسایی کنیم که تو زندگی ما فکر میکنین مثلا تو زندگی شخص شما این تسکا چیان توی مثلا چند سال آینده؟ خب چرا ما اینو احتیاج داریم؟ ببینین به نظر من اگه شما برگردیم به دوران مثلا مدرسه، به دوران مثلا راهنمای دبیرستان، ما خیلی خیلی بهتر بودیم تو مدیریت زمانمون وقت تا وقتی سن بالا میره. چرا؟ به خاطر که ما یه سری چیز تکرار شدنی داشتیم که مثلا شما باید جغرافیتون، مثلا یه سری هدف داشتین که مثلا در پایان سال شما باید دانشتون نسبت به جغرافی، نسبت به ریاضی، نسبت به فیزیک، نسبت به البل فلان بیشتر بشه. خب یه سری خط داشتیم، یه سری خط که موازی هم حرکت می‌کردن. حالا این خط‌ها چجوری بودن؟ این خط‌ها رو یه چیز به نام برنامه هفتگی داشتیم، خب که مثلا میگفت مثلا نمیدونم شنبه صبح ساعت 10 تا 11 کلاس جغرافی، 11 تا 12 ریاضی، این هی تکرار می‌شد. خب باعث می‌شد این خط‌ها به شکل موازی هم با سرعت نسبتاً خوبی حرکت کنه. خب بعد وقتی ما بزرگ میشیم و از مدرسه میایم بیرون، این خطا از بین میره و ما دیگه این رشدی که قراره توی مثلا 10 تا زمینه به شکل موازی حرکت کنیم همش به یک شکل متوقف میشه. چرا؟ به خاطر که وقتی این کسی نیست که ما بگیم مثلا دوشنبه صبح مثلا اینو بخون، نمیدونم حالا کسایی که کار میکنن شب یا هر چی دیگه، وقتی کسی نیست که ما بگه الان اینو بخون، نمیدونم روی اون کار کن، فلان مساله رو بشین مطالعه کن، باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که ما مثلا فرض کنیم چه میدونم مثلا فرض کنیم صبح میرین سر کار، شبا مثلا 5 ساعت آزادی. خب بعد 5 ساعت ببینین اینترنت اگه مثلا کند و اینا الان کارش نمیشه که بزنین آخر لایو راجبش صحبت میکنیم، بزنین آخرش راجب همه چی صحبت میکنیم. الان من چی نمیدونم چی کاری راجب این صحبت اینترنت نمیتونم بکنم. ببینین خب آره ببینید مثلا فرض کنین صبح مثلا دوشنبه بلند میشین، شما 3 ساعت وقت آزاد دارین. خب مشکل اینه که شما اولا که سر صبح که بلند میشین انقدر فکر میکنین که من الان مثلا این کارو بکنم، یا آیا بشینم مثلا راجع به ماشین لرنینگ مقاله بخونم، خب یا برم یه پروژه که عقب مونده رو انجام بدم، یا برم مثلا تکسام انجام، 5 تا 6 تا کار دارین خب تو فکرتون، انقدر فکر میکنین که برین 5 6 تا کدومو انجام بدین از این میپرین به اون، خب که آخر سر وقتی که میذارین روی این تصمیم گیری از وقتی که میذارین اون خود اون کاره بیشتر میشه. یک شماره یک مشکل اینه. شماره دو اینه که آدم وقتی که هی انرژیشو پخش میکنه بین این چیزا، آخر سر شما میرین اون کاری رو انجام میدین که از همه ساده تره و مثلا انرژی ذهنی کمتری لازم داره، بعد باعث میشه هی کارهای ساده رو انجام بدین، کار اصلی و بزرگ بمونه اون آخر. خب یعنی این مشکل اینه که برنامه نداشته باشین، در حالی که اگر شما صبح مثلا دوشنبه که بلند می‌شدین یه جایی بود رو دیوار نوشته بود که امروز زمان مطالعه مثلا پیپر ماشین لرنینگ، خب همین، یا زمان مثلا خوندن کتابه، دیگه اونجا این تصمیم گیری حذف می‌شد. شما دیگه مختون سر صبح کردم چون مجبور نبود دو ساعت فکر کنید که مثلا این مسیر رو برمیام واسه مسیر مشخص شما فقط شروع می‌کنید اجراش می‌کنید، خیلی خیلی سریع‌تر می‌کنه کارتون، تصمیم گیریاتون رو کمتر می‌کنه. خب پس اولین چیز چیه؟ اولین چیز اینه بیان ریپیتبل تسکا رو بیان مشخص کنید تو زندگیتون، یعنی اون کارهایی که تو زندگیتون هی تکرار میشه، نه هفته نه این هفته نه هفته آینده، تو کل زندگی، حالا حداقل تو مسیری که دارین میبینید تو یک سال آینده مثلا دو سال آینده، اون تسکایی که قراره تکرار بشه مثلا برای من چیه؟ مثلا من برای من خوندن مثلا ماشین لرنینگ، خب مثلا تکنیکای جدید ماشین لرنینگ رو بخونم، خوندن مثلا انجینیرینگ، تکنیکای انجینیرینگ ماشین لرنینگ، مثلا اینفراستراکچرای جدید، مثلا پایپلاینر جدید اینا، خب خوندن راجع به ژنتیک و بیولوژی، خب اینا چیزی که تکرار میشه. حالا ممکنه یه هفته مثلا راجع به ژنتیک مثلا کووید بخونم، اون هفته راجع به سرطان بخونم، ولی خوندن بیولوژی چیزی که الان تو زندگی من مهم شده و باید این هی تکرار بشه. خب اینا میشه تسکای من. حالا الان سعی میکنم همه اینا رو من به یه چیزی حداقل تو زندگی خودم مال شما شبیهش رو برای خودتون پیدا کنید. ببینین تسکا یکیش که همیشه جابه، خب یعنی کارتون که کاری که دارین ازش پول دارم، یعنی خب
این که همیشه مثلا اون چیزی که در ازش پول درمیه واقعا یه جوری بزرگترین قسمت زندگیتونه، یعنی خرجشه میدونم نون و سقف بالای سرتون در بیارین، اینو همیشه اولویت اول زندگیتون قرار بدین. اگه به جای رسیدین که پول داشتین که اون دیگه نبود اولویت اول، خیلی عالی، ولی تا وقتی نیست همیشه بدونین که اون اولویت اوله و سعی کنین که خوب انجامش بدین و جابتون از دست ندین. خب و هم سعی کنین بهتر کنین تو جابتون برین بالا. ولی نمیخوام زیاد قرار امروز راجع به تایم منیجمنت صحبت کنم، میخوام راجع به تک تک اینا صحبت کنم. خلاصه پس تاسک ها چیه؟ اینکه جابتون رو انجام بدین. خب تاسک دوم چیه؟ یادگیری. حالا جابم که میخوان انجام بدین چند تا چیز دیگه هم داره راجع به جاب که میگم انجام بدین. بحث جاب هم خود جاب انجام دادنه، همین که همیشه مثلا دنبال کارهای جدیدتر بگردید، مثلا این کمپانیای جدید، حالا راجع به این صحبت میکنم، این که مثلا چشتون باز باشه که فرصت‌های جدید بهتر از جاب، یعنی بتونیم بریم به جاب بهتر، اونم جزئی از جابه، بحث جابه. خب بعد اینوست کردنه، خب این که بتونین فرصت‌های سرمایه گذاری، اگه پول اضافه دارین فرصت‌های سرمایه گذاری مثلا اینا که پولتون رو بیشتر کنه، این که همیشه چیز خوبیه. بعد این شد کلن جاب و پول و اینا شماره یک شد. شماره دو شد لرنینگ، بینن یادگیری. این همیشه بنظر من بزرگترین چیزی باعث میشه شما آدم بزرگ، مختون آدم بزرگتر بشه و بنظر من اون مهمترین چیز تو کل زندگیه. زمان بزنیم برای یادگیری. یادگیریم حالا توضیح میدم، دو تا قسمت اکسپلوریشن و اکسپلویتیشن من جداش میکنم، اینا همه رو یکی یکی توضیح میدم. پس شماره یک انجام جابتون و پول و اینجور چیزا، چیزایی که زندگیتون به سمت از نظر مالی و اینا بهتر شه. شماره دو یادگیری. شماره سه این که چیزی بسازین که حالا بعضیا این بی ربطه، مثلا اگه شما نمیدونم مثلا چه میدونم کار پزشکی میکنین، مثلا که چیزی بسازین جزء قسمت های زندگیتون نیست، ولی بازم اونم میتونین یه جوری درش بیارین، مثلا نمیدونم کد بزنین، یه نرم افزاری تولید کنین، یه پروژه انجام بدین، کسی که هنرمند یه آرتی تولید کنه، اون تولید کردنه، اون به نظر من خیلی قسمت مهمی از قضیه است. شماره 4 بحث‌های پرسونال گروثتونه، یعنی مثلا ورزش کردن، اینکه با خانوادهتون با دوستاتون در ارتباط باشین، مسافرت برین، اینجور چیزا، چیزای شخصیتون. خب شماره 5م بحث‌های مینتیننسه، یعنی چیزایی که شما مجبورین انجام بدین، مثلا باید تکستون رو انجام بدین، خونتون رو باید تمیز کنین، نمیدونم پول اجاره خونتون رو باید بدین، یه سری کارهایی که باید انجام بدین، اگه انجام ندین یکی با لگد میزنه دنیا میندازتون بیرون. خب یعنی یه چیزی نیست که انجام بدین که زندگیتون بهتر بشه، فقط انجام بدین که زندگیتون بدتر نشه. این 5 تا چیزه، یکی یکی من اینا رو توضیح میدم، بعد شروع می‌کنم که چه جوری بشه اینا رو پخش کرد توی برنامه هفتگی. خب حالا من این برنامه که دارم یکم بر اساس استارتاپ لایف و ایناست، ولی خب کسی که کار میکنم میتونه همینو راجبش چیز کنه، ادامه بده. خب پس این 5 تا رو من یکی یکی میام کوچیک راجب هر کدوم صحبت میکنم، بعد میریم سعی میکنیم که اینا رو بکنیمش توی برنامه هفتگی. خب اول اینکه شماره 1 جابتون. خب کارتون رو که باید خوب انجام بدین با زمان مناسب و سعی کنین کارتون از دست ندین، پولتون رو در بیارین، اون مثلا اصل زندگیه شما. اگه کار نداشته باشین مثلا فاینانشال ایندیپندنت و اینکه خودتون بتونین مدیریت کنین بحث مالیتون رو و به اصطلاح آزادی مالی داشته باشین، اینکه بتونین اجاره خونتون بدین، خونتون رو بخرین یا مثلا ماشینتون رو بخرین، خرجاتون رو بدین، غذاتون رو بخرین و برنامه‌ریزی کنین، برنامه این دیگه اصل زندگی، یعنی این نباشه همه چی به هم میخوره. خب برای همین اینو درست انجام بدین. این شماره 1. خب اون کسی نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت کنم چون همه میدونن که چی. بعد بحث جاب، موضوع دومش اینه که آدمایی که خیلی پروفشنالن و خیلی لولای بالا میرن معمولا تو جابشون اینجوری نیستن که هر روز صبح برن سر کار و شب برگردن و اینو هی ادامه بدن سالها و سالها و سالها. بهترین آدمایی که مثلا چه میدونم تو محیط سیلیکون ولی یا توی جای خیلی هایپر پروداکتیو میبینیم، آدمایی ان که سعی میکنن خیلی بالا برن. خب حالا اون بالا رفتن معمولا مثلا مخصوصا تو محیط، کسایی که تو محیط سیلیکون ولی کار کردن میدونن، یه تکنیکش اینه که شما تو سر کارتون سعی کنین بیشتر کار کنین و پروموت بشین و لولتون بره بالاتر. یه تکنیکی که خیلی خیلی بهتر و قوی‌تر از اون کار می‌کنه اینه که جابتون عوض کنین.
خیلی جالبه مثلا تو بیشتر جاهای دنیا میبینیم مثلا کسایی که کارشون خوبه 20 سال 30 سال توی کمپانی میمونن، ولی مثلا تو محیط سیلیکون ولی من فکر کنم میدینش بود یه زمان 18 ماه حتی تو کمپانیای خیلی عالی، یعنی بهترین امپلویا مثلا 18 ماه یه سال تا دو سال، مثلا دو سال کسایی که میخوان بمونن دو سال کار میکنن، بعد کم کم مثلا آخر سال دومشون که میرسه شروع میکنن با رکروترها با کمپانی دیگه صحبت کردن، ریسرچ کردن، فرصت های بهتر پیدا میکنن و آخر سال دو که شد میپرن جاب بعدی. این چیزیه که خیلی تو کمپانی های بزرگ اگه تو استارتاپی هستین که میبینین یه فرصتی که مثلا ممکنه خیلی بره بالا، اینه خوبه که بمونین سالهای سال، ولی اگه کمپانی بزرگ مثلا معمولا خوبه که عوض کنین نسبتا سریع. خلاصه اینکه همیشه سعی کنین نتورک کنین با رکروترها با استارتاپ ها، بتونین بشناسینشون، بتونین کانکت کنین. منتظر ماین هستین تا زندگیتون هم جا آروم آروم بره، همیشه مختون یه تیکش درگیرین باشه که من چجوری میتونم برم یه جای بهتر. خلاصه و یه قسمتش هم اینه که استادی کنین، مثلا تحقیق کنین راجع به استارتاپ های جدید، راجع به کمپانی های جدید، تکنولوژی های جدید. خب هر چی شما برین تو تکنولوژی های جدید، تو کمپانی های مثلا جدیدتر و رو به آینده تر، خب این آینده مثلا مالی و شغلی اینا همه چیتون بهتر ممکنه باشه. این که از این، حالا یه نکته میخوام بگم، چون خیلی از آدمای من حدس میزنم مثلا این الان چقدر نفریم اینجا، 3300 نفری که اینجا هستی، من حدس میزنم مثلا چه میدونم دو سوم سه چهارم یه تعداد زیادیش اینجوری که فول تایم جاب دارن، یعنی صبح میرن سر کار تا مثلا 5 6 7 سر کارن و کلا این 10 سایت دیگه‌مون اصلا بهشون بی ربط میشه که کارهای مثلا نمیدم یادگیری و ساختن اینای غیر خارج از کارشون واقعا وقت میگم برای این کار وجود نداره. یه تکنیکی که من خیلی چیز خیلی ریزیه و تو زندگی من همیشه دارم و خیلی کمک میکنه، این که عادت کنین بین بعد از یک مثلا چند ساعت کار که میکنین یا مدیتیت کنین یا نپ بگیرین به شکل خیلی کوتاه، مثلا به شکل نیم ساعته، که مثلا اینا تکنیکای واقعا مدیتیشن هم خیلی خودتون مثلا چیز نکنید، فکر کنید مثلا یه چیزی کلمه عجیب غریبی و مثلا باید یه تکنیک مثلا از کتابای قدیمی هندی پیدا کنید. همین که بشینین یه گوشه اتاق روی تخت یا روی صندلی بشینین، آروم چشاتون رو ببندین، اتاق هم تاریک کنین و شروع کنین فکر کنین به مثلا روزتون چی گذشته، بعد سعی کنین کم کم مختون رو خاموش کنین، سعی کنین کم کم فشارا رو بیارین تو مغزتون پایین. یه ذره مثلا من کاری که میکنم یه ذره اولش فکر میکنم که روز چجوری بوده و چه اتفاقاتی گذشته و مثلا ادامه روز قراره چه باشه، بعد کم کم سعی میکنم فشار رو کم کنم، خودم رو آروم کنم، برم توی محیط مثلا خیلی مخم، بعد قشنگ داخل مختون رو میتونیم ببینیم، مثلا ببینیم الان اینجا فشار روی این تیکه مثلا زیاده و قشنگ احساس میکنیم قشنگ جریان های خونی و اینا رو. بعد مثلا حالا من مثلا با موزیک و اینا مثلا یه موزیک دی پاس اینا مثلا معمولا میذارم، بعد کم کم چون کم یه اشکالی میبینم، حالا اینا یه پرسه ای برای هر کی متفاوته، بعد اون اشکال که شکل میگیره بعد کم کم به یه حالت خیلی مثلا پیسفول و صلح‌آمیز میرسم و کم کم مخم خیلی انگار استم کم ریست شده، بعد احساس بعد که از اون میام بیرون احساس کنم یه روز جدیدی شروع شده. کسایی که کار میکنن حتما 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 بعد کارتون یه همچین کاری بکنید، یا مثلا اینجوری مدیتیت کنین برای مثلا 20 دقیقه یا حتی نپ بگیرید، نک خوابتون نبره، یه کوچیک مثلا 20 دقیقه نیم ساعت افقیشین، فقط چراغ خاموش کنین بذارین ریسیت شین. خلاصه این که حتما انجام بدین. نکته بعدی راجع به اینوستمنت، خب این که مثلا چیز کنین چجوری، خب مثلا الان حالا بحث نمیخوام به بیت کوین، چجوری مثلا پولتون رو ببین، کسایی که پول در میارن و پول اضافی دارن، شما باید دائم پولتون رو یه سری جاهای بزنین تا این پول بیشتر شه یا حداقل با اینفلیشن بالا بره. اگه این کارو نکنین شما همه پولتون کم کم شروع میشه پایین به پایین اومدن و از بین میره به مرور زمان. اگه شما پولتون رو توی نمیدونم توی کارنسی، توی دلار یا تومان یا هر چیزی نگهدارین، باید یه جای اینوستش کنین. اینم یه تسک روزانه است. خب برای من شخصا، من به تریدینگ اعتقادی ندارم، مثلا تریدینگ که آدم انجام بده، اینو بارها بارها گفتم تو کریپتو که خیلی خیلی کار بدی میدونم و حالا ممکنه یه عده خیلی 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 کمی باشن که این کار پروفشنال انجام ندن پول در بیارن، کلا اصلا ریکامندش نمیکنم. خب جوری که من یه سری من مدل داشتم که برای من ترید میکردن که الان اونا هم استاپشون کردم، که مدل ماشین لرنینگ که اونا
اگه ماشین لرنینگ کار نیستین من بهتون توصیه نمی کنم. چیزی که کلا من در زمینه اینوستمنت به عنوان برنامه روزانه ساجست میکنم اینه که بین 30 دقیقه تا 60 دقیقه بستگی به اینکه چقدر علاقه دارین سعی کنین اخبار فایننس، اخبار استاک مارکت رو دنبال کنین و همیشه در جریان باشین که چه اتفاقی داره میفته. خب چه توی استاک مارکت، چه برای من شخصا توی کمپانی‌های کوچیک‌تر تکنولوژی لو کپ مثلا تک و بعد حتی استارتاپ یک پابلیک نشده، به خاطر که اونا بیشتر جریانات آینده است، اونا مثلا تکنولوژی جدید، اونا فرصتایی که مثلا میتونه خیلی خیلی بزرگتر بشه. مثلا چه میدونم استاک کوکاکولا، مثلا نمیدونم استاک کوکاکولا، ولز فارگو، چه میدونم کمپانی‌های استابلیشد قدیمی، خیلی احتمالش کمه که خیلی مثلا بالا بره یا مثلا به هر شکلی. چیزی که مثلا ممکنه اینوستمنت اپورتونیتی خیلی خوب باشه همیشه مثلا بیشتر به نظر من تو تک کمپانی ها، مثلا لو کپ تک کمپانی ها و حتی استارتاپ ها از اونم خیلی بهتره. برای همین سعی کنید هر روز یه مقدار راجع به اینا بدونید، یه سری شبکه‌های خبری که مثلا راجع به اینا صحبت می‌کنن فالو کنین. این یه من معمولا صبح که بلند میشم سعی می‌کنم، چون صبح ما یه جوری میشه مثلا وسط روز نیویورک، یه سری خبرها اومده، سعی می‌کنم یه بار اونجا گوش کنم، یه بارم موقع عصر که میشه مثلا شبتر نیویورک سعی میکنم اینا رو مثلا نگاه کنم. خب این که شد بحث پول و نمیدونم شغل و اینجور چیزا. خب کاری که همه باید بکنن و هیچ راهی هم نیست که ازش در بریم. خب این شد بحث شماره یک. بحث شماره دو بحث یادگیری که منظر من اصلی ترین بحث مثلا به نظر من که تو برنامه بزنیم بچه ها. من یه لحظه یه چیزو بخشید، من اینقدر مسیج رو اینم گرفتم. خب بحث یادگیری، خب این به نظر من مهمترین بحثیه که باید وارد کنیم. خب از این کارهاییه که شما وقتی من میگم آدم هایی که مثلا سنشون میره بالا، خیلی هم میگم مثلا چرا ایلان ماسک اینقدر موفق شده، نمیدونم چرا بیل گیتس اینقدر موفق شده، به خاطر که اینا بعد اینکه از مدرسه خارج شدن، حالا اینا که از سن پایین از مدرسه 21 2 سالگی از مدرسه خارج شدن، ولی مثلا کلا شما که چه میدونم مثلا 25 سالگی 30 سالگی هست سن مدرسه خارج میشی، آدم‌ها دیگه اونجا استاپ میکنن پروسه لرنینگ و پروسه یادگیریشون. خب و دقیقاً اون سنیه که شما باهوش ترین و مثلا با عقل ترین و با تجربه ترین سنتونین. بعد خیلی جالب آدم همینجوری میرن بالا 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 یهو مثلا استاپ میکنن که خیلی نه استاپ که نمیفتی پایین، همینجوری دیگه بعد از اونجا پلاتو میکنن. این به نظر من که بزرگترین مشکلات دنیاست و اگه شما بتونین مثلا بعدی که مدرسه خارج بشین این پروسه یادگیری و لرنینگتون همونجوری بالا ادامه بدین، احتمالی که بتونین خیلی آدم موفقی بشین خیلی زیاده. یعنی این یه گیر خیلی بزرگی تو زندگی هم هست. راجب یادگیری بین راجبه هیچ کدومش نمیخوام زیاد صحبت کنم، چون بحث کنترل زمان میخوام همه رو یه بار بگم که بعد بگم حالا چجوری تو زمان بیاریم. یادگیری من تو بحثای مثلا اون یادگیری سریع و اینا که یه لایو قبلی داشتیم که امروز خیلی ها گفتن چرا سیو نکردیم، من مثلا میکنم پیداش کنم مثلا یادم رفته بود، من گفتم که سعی کنین زمانتون به سه ماه تقسیم کنین تو زندگی، کوارتر انگار هر فصل، هر فصلی یه دونه موضوع در خیلی عمیق بریم واردش بشین، موضوعی که قبلا میدونستین. مثلا شما ماشین لرنینگ میدونستین میخواییم بریم ویژن، مثلا کامپیوتر ویژن، این که بینایی ماشین بکنم فارسیش، اینو به شکل عمیق یاد بگیرین. خب مثلا این میتونه یه مثلا چیز باشه، یه دونه یادگیری باشه. خب هر فصل یه موضوع رو که قبلا میدونستین واردش عمیق‌تر بشین، یه موضوعی هم که اصلا نمیدونستین و هیچ ربطی به کارتون نداره ولی به شکلی براتون یکم جالبه، به شکل سطحی واردش بشین. خب مثلا برای من میتونه نمیدونم موزیک باشه، من یه موزیک جدید، یا برم مثلا ژنتیک مثلا گل و گیاه ها رو یاد بگیرم. خب یه چیزی که اصلا قبلا راجع بهش چی نمیدونستم ولی میخوام به شکل سطحی یه ذره واردش بشم ببینم چی به چیه. خب بعد اون سطحی رو که تو سه ماه بگیرین، بعد اون سطحی تو سه ماه آینده ممکنه اونو بتونین وارد عمقش بشین. خب هی همیشه دارین تو سطح و تو عمق دارین حرکت میکنین، به اضافه این که سطح رو میتونین هی همینجوری اضافه کنین دیگه.
از سورس های مختلف مثلا لزومی نداره که همیشه الان راجع به رفرنس و اینا صحبت کنم، لزومی نداره که مثلا حتما یه دونه موضوع تو سطح بریم، ممکن مثلا یه فصل 5 تا موضوع خیلی کوچیک رو تو سطح شرکت کنیم. خب یا مثلا برای کسی که مثلا چه میدونم دندون پزشکی میتونه سطحش این باشه که بره این فصل راجع به مثلا فرانت اند مثلا انجینیرینگ، راجع به برنامه نویسی فرانت اند وبسایت درست کردن یاد بگیره. خب یا راجع به کسی که مثلا نقاشه میتونه همین بره مثلا CSS و HTML یاد بگیره، یا مثلا برای کسی که مثلا سافتویر انجینیره میتونه این باشه که بره مثلا ژنتیک یاد بگیره. خب اینا خیلی کمک میکنه. همیشه آدمایی که تو دنیا خیلی بزرگ مثلا توی مثلا 10 سال اخیر نگاه کنین، آدمای مولتی دیسیپلینری، آدمایی که چند تا چیزو بلدن و آدمایی که مثل قدیم نیستش که مثلا گفتن یه نفر باید تا عمق بره توی اون آدمای، چون عمق خیلی ساده شده الان، خیلی مثلا تو مثلا انقدر abundance of مثلا information زیاد شده، انقدر همه چی هم کتاب و مقاله اینا همه چی هست، خیلی راحت آدم هستن که من تو عمق. کسایی خیلی موفق میشن که چند تا چیز رو تو سطح برن و بعد همشون رو تو عمق هم تا حدی برن. خب این کلن این سطح و عمق رو یه جور دیگه من بخوام بگم، به این کلمه exploration و exploitation میتونم حالا معادل اینا چیز کنم. exploration یعنی چی؟ یعنی که شما دنیا رو explore کنین، برین همه جا بگردین ببینین چه چیزایی تو دنیا وجود داره که یک با سطح بیشتر در ارتباطه. یعنی دو تا کاری که بعد برای یادگیری انجام بدیم، من میگم یادگیری دو جوره، exploring و exploration و exploitation. exploration یعنی که شما تو سطح حرکت میکنی ببینین اصلا دنیا چه چیزایی الان داره مطرح میشه، تکنولوژی های آینده چی هن، آدم های جالب چی هن، کی داره چی کار میکنه، یه ذره از هر کی میتونین که بتونین مثلا بفهمین، خودتون رو پیدا کنین تو این دنیا. اکسپلویتیشن اینه که میرین یه چیزو اکسپلویت میکنین، تا تهش میرین یاد میگیرین و مثلا تو اون رشته متخصص میشین و ورلد کلاس میشین و بعد میتونین شما کانتریبیوت کنین، شما میتونین اصلا علمو جلو ببرین تو اون رشته. اکسپلوریشن، خب حالا میخوام بگم که چیکار کنین وقتی میخواین اکسپلور کنین موضوع، خیلی کار سختیه. خب یعنی اکسپلور کردن اینجوری نیست که مثلا شما، چون میخوام به این بحث برنامه هفتگی برسم، اون داریم بهش نزدیک میشین، اکسپلور کردن شما نمیتونی مثلا صد صبح بلند شین بگین مثلا اوکی ساعت 9:50 من میخوام اکسپلور کنم. خب حالا چجوری اکسپلور کنم؟ مثلا را بیفتم تو خیام و اینا نیست که باشم این تو خیابون مثلا زیر درخت بشین که یه سیب بخوری تو کلتون بعد مثلا یه چیز جدید اختراع کنین. خب دنیا ریسورس داره، خب یه سری چنل داره، شما خودتون رو به این چنل ها کانکت میکنین و اینا مثل پامپ چیز نه، هی اینفورمیشن رندوم میریزن تو شما. خب خیلی مهمه که این چنل ها رو یه جور انتخاب کنین که مثلا از یه جای بعد تلاش نکنن شما حرفای تکراری بهتون بدن. یه سری چنل باید باشه که چیزای جالب بهتون بگن هر هفته. خب این چنل ها هم کتاب نمیتونه باشه، چون کتاب یه چیزی که بای نیچر قدیمیه، یعنی کتاب چیزی نیست که مثلا راجع موضوع امروز و فردا صحبت کنه، کتاب راجع موضوعات گذشته داره صحبت میکنه. خلاصه سعی کن یک سری، و این با میگم نیچر این قضیه این که یه سری آدم باید باشن که بیان سری حرفای جدید بزنن، خب راجع به آینده و راجع به اتفاقات روز دنیا، اینا رو بیان انتخاب کنین. به نظر من قوی ترینش مثلا پادکستان، کسایی که میان مثلا موضوعات روز دنیا رو میگن به حالت خبری و یه ذره تحلیل میکنن و اینا رو برای خودتون پیدا کنین، پادکست های خوب رو پیدا کنین. منم 4-5 تا معرفی کردم تو توییترم، توی همه جا معرفی کردم، تمام این چیزها رو گذاشتم توی یه لینک که الان آخرش بهتون میگم، bit.ly/کوشیار. بزنین اینجا بزنین بنویسم که تمام توییترم، اون دیسکورد، همه رو گذاشتم یه جا که دیگه این مشکل چیز حل بشه. خیلی شکل ساده ای هم شد. پین کامنت. تکنولوژی مون اصلا یک مرحله جلو. پیدا میکنین همیشه خیلی، اگه یه نفری خیلی حرفای خوبی میزنه
پادکست چیزی باید باشه که شما اصلا مثلا دلتون تنگ بشه بگید من میخوام اینو گوش بدم. اگه اینجوری باشه یه چیز سختی باشه و با اون طرف اصلا حال نکنین، اون آدمو نگاه کنین یا گوش کنین، خب نمیرین. زندگی سخت میشه، نمیدونم مشکلات زندگی میاد، میگه کی وسره داره رو به اینو نگاه کنه. یه آدمی باید باشه که هم حرفای جالب بزنه، هم حرفای جدید بزنه، هم شما باید باشه جوری کانکت کنین، مثلا احساس کنین این آدم. مثلا من خودم شخصا با آدمایی که خیلی خودشون رو تو زندگی جدی میگیرن و مثلا فلان اصلا حال نمیکنم. یعنی هر چقدرم آدم بزرگی باشه، مثلا اینکه چیز نباشه، بتونه خود یکم با خودش شوخی کنه. مثلا دنیا مثلا هیچ آدمی منظر من تو زندگی اونقدر مهم نیست که نتونه خودش رو مثلا یکم با خودش شوخی کنه. برای همین آدمایی که خیلی خیلی جدی صحبت میکنن، من اصلا باهاشون حال نمیکنم و هیچ وقت نمیتونم پادکست. یه مثلا آدمی باشه که یه ذره بتونه مثلا خودش رو جدی نگیره اونقدر. خلاصه این یه سری آدم پیدا کنین که مثلا بتونین مثلا شبا که میخواین بخوابین واقعا بخواین به این طرف گوش بدین، یعنی خوشحال‌تر باشین با گوش. فکر نکنین بعد او حالا کی شب با این خستگی کی میخواد بره پادکست، به عنوان یک کار بهش نگاه نکنین، به عنوان یک مثلا تفریح بشه. خب یعنی دارین مختون یکم سرشو کلا میذارین، بهش یه تفریح بهش دارین میدین، در حالی که در حقیقت این داره کمک میکنه به رشدتون. خب این تکنیکا اینجوری خیلی بنظرم خوبه. خلاصه بعد به نظر من با آدما عادتم نه، یعنی اگه دیدین یه نفری تکراری شد و دیگه داره حرفای تکراری میزنه، مثلا من الان یه ساله دارم حرف میزنم، احتمالاً بعد تکراری شده باشم دیگه، بذارین برین یه جای دیگه، بذارین برین یه نفری که به نظرتون تکراری نیست و حرفای جالبتر میزنه و جدیدتر میزنه، آنفالو رو بذارین برین نفر بعدی. خلاصه من خودم پادکستایی که گوش میدم و چند بار معرفی کردم، مثلا دیسفیکن استارتاپ همیشه گوش میدادم مال جیسن کالکانس که الان کمتر شده چون احساس کنم اونم کم تکراری شده، این پادکست آلینشون رو شده تا مسائل تک و اینا. پادکست لکس هنوز به نظر من اصلا بهتره، لکس فریدمن که چون ساینتیست ها رو میاره، آدمای تکنولوژی رو میاره و خیلی طولانیه، یه مشکش دو ساعت سه ساعت یعنی میذارم و خوابش میبره دیگه. پیوتو گوش میدم که یکم بیشتر حالت احساس میکنم همجی نشستن حرف میزنم، خیلی مسائل دیپ نیست ولی با نمک و جالبه. خلاصه این نظر شخصیتون خیلی مهمه، اون چیزی که شما باش حال میکنین مهمه. anyway اخبار بعد. خب کلاب هاست هم به نظر من حالا با تمام مشکلاتی که الان میدونم خیلی ها ناراضی هن از خیلی اتفاقات تو کلاب هاست و گروه های همیشه بین این چیزا هستش، همیشه یه جامعه شما نمیتونید مجبورش کنین یهو بیان همه مثلا ببینید مثلا کلاب هاست با یه جامعه که تا دیروز داشته راجع به ازات چه زرد صحبت می‌کرده، دلیل نداره امروز بیاد تو کلاب هاست یهو همه مثلا حساب دیفرانسیل و انتگرال حل کنن. خب دوباره هم راجع به همون چیزا صحبت می‌کنه، اون یه تصویری از جامعه است، ولی به نظر من یه میدیوم خیلی خوبیه برای صحبت کردن، برای بحث‌های حالا اینتלקچوال نگم، برای که بتونن آدما نظراتشون رو شیر کنن، چون آدمای جدیدتر رو ببینین، نظرات جدیدتر رو ببینین با چیز روز و بعد اکسپلور کردن خیلی جای جالبیه. شما می‌بینین چهار تا آدمی که دارن جای مختلف کار میکنن، مثلا از چیزا می‌بینین نظراتشون چیه، بعد هر کی یه حرف جالب میزنه، بعد اکسپلور کردن مثلا خیلی جای جالبیه. خلاصه یه مشق امروزتون اینه که یه لیست از این چیزا برای خودتون درست کنین که مثلا پادکست‌ها چیان، کلاب هاوس هایی که میخواییم فالو کنین، اخبار شبکه های خبری که میخواییم فالو کنین که بتونین اینا رو مثلا چیز کنین، یه لیستی داشته باشین و برنامهاتون رو تنظیم کنین اطراف اینا. این که این حالا از در اکسپلویت کردن، خب کنی در عمق چقدر برین تو برین در عمق، خب مطمئنن کتاب خیلی خوبه. من خودم همیشه با کتاب مشکل داشتم، با فرمت های دیگه میخونم، ولی خب اگه کتاب میخونین کتاب موضوعش هم دیگه موضوعی که خودتون، من نمیخوام موضوع بگم اینجا. پیپر خوندن سعی کنین همیشه پیپرهای جدید رو بخونین. اگه خب میدونم پیپر خوندن کار سختیه و مثلا حالا 12 13 صفحه چه تکنیکال خوندن خیلی کار سختیه، ولی خب سعی کنین حداقل ابستراکت ها رو بخونین ببینین دنیا داره به چه سمتی میره. مثلا پیپرهای مهم، پیپرهایی که تو کنفرانس مثلا پیپر مهم کنفرانس بوده، تو این مثلا جمع هکر نیوز تو این جوجا راجع به صحبت میشه، تو این نتورکینگ و یه ذره خودتون ادوکیت کنیم. ویدیوهای ایژوکیشنال خب الان خیلی زیاد شده، کورسرا نمیدونم یودمی داستی یوتیوب اینا خیلی خوبه، میتونین همینجوری حتی تو بک‌گراند هم بذارین موقعی که دارین کار میکنین اون برای خودش پلی بشه و کم 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 یاد بگیرین.
خیلی مثلا حتی 3-4 صفحه خوندنش سخته واقعا برای خود من خیلی سخته، ولی خب سعی کنید بخونین اینا رو اگه میخواین یه چیز بفهمین که مثلا یه تکنولوژی چه جوری ساختن چه جوری باید استفاده کنن، باید اینو بزنین بخونین. 3-4 صفحه هم سخته ولی خب اینم جزئیه که باید بخونین تا دیپ بشین. بعد کد بقیه رو باید نگاه کنین. برای من دوباره این کار خیلی سختیه، ولی اگه میخواین اکسپلویت کنین یه موضوع رو باید برین و نگاه کنین قشنگ بفهمین کد داره چه جوری کار میکنه. بعد یه تکنیکی که من به نظرم کمک میکنه که بتونین اینا رو منیج کنین، یه لیست برای خودتون درست کنین، یه داکیومنت، یه ورد داکیومنت، یه اسپردشیت برای خودتون درست کنین که تمام چیزایی که میخواین بخونین، کتابا، مقاله، اینا، مثلا معمولا هم که الان همه چی آزاد رو اینترنت، و یه لینکش اونجا بذارین، بعد جلوش یه نمره بذارین که مثلا این چقدر مهمه خوندن این، مثلا از 1 تا 5، مثلا آیه 3 از 4، یه اولویتی به این بدین. خب بعد یه تاریخ هم بزنین که من این روز اینو به لیستم اضافه کردم که بعداً یادتون باشه، مثلا 2 سال گذشته اینو نخونین دیگه بندازینش دوره، اون لیست رو نذارین هی بزرگ و بزرگتر بشه، اون لیست رو هی تمیزش کنین و این لیست ریدینگ لیستتون باشه. هر وقت وقت پیدا کردین اون زمانی در هفته شد که موقع خوندنه، بگین اوکی الان موقع خوندنه، الان بالاترین اولویت مثلا فلان پیپر، روش کلیک می‌کنین شروع می‌کنین به خوندن همین. خب ببین بذاری من یه عکس بهتون نشون بدم اینجا تا کم از این بحث. ای چرا این عکس اینجا نیست؟ بدبخت شدیم. نه اینا اینجاست. خب بذاری ببینم کدومش خوبه. این یکی فکرم بهتر. ببینین آخرش یه همچین اون سمت چپ که روزای هفت تیوزده ونزده تا مثلا سانده، اون بالا ساعت‌ها رو نوشتم که انگار 9 صبح شروع ساعت کاری منه، سشن 12 تا 1 یه سشن، 1 تا 4 یه سشنی که معمولا خالیه، بعد 4 تا مثلا مطالعه است فقط، خب مطالعه ماشین لرنینگ. اونجا که دیگه صبح 9 و نیم برم یا برم میتینگ بذارم یا برم کد بزنم یا فلان، که آخرش تا ساعت چه می‌دونم 11 و نیم دارید از این فکرای چرت و پرت می‌کنید. دیگه 9 و نیم که بلند میشم اولویت‌ترین سورسی قرار بخونی چیه، شروع کن 2 ساعت و نیم وقت داری، شروع کن بخونش. همین خیلی ساده است، یعنی به جای که مثلا شما ممکنه 2 ساعت وقتتون گرفتش به طور کامل میپردازیم. خب الان میخوام آخرش به اون عکسه برسم. خب موضوع بعدی بحث بیلدینگه. خب چقدر بحث یاد مونده، سریع باید تموم کنم. ببینیم بعضا من این چقدر مهم، یعنی این لرنینگ یادگیری و بیلدینگ ساختن، این دوتا از همه چی مهمتره توی لیست من. شما یه زمانی در روز میخواین که چیزی بسازین، خب یعنی نتیجه اون مطالعاتتون، نتیجه اون ریسرچاتون، نتیجه کتاب خوندناتون، یک چیزی به دنیا ارائه بدین، یه پروژه درست کنین. خب که مثلا تو کار سافت‌ور، تو کار انجینیرینگ خب خیلی مهمه، تو کار آرت خیلی مهمه. یعنی اگه شما چیزی درست نکنین فقط دارین اینپوت میگیرین، آخرش چی به دنیا پس نمیدین. اون درست کردن خیلی مهمه. توی درست کردن به نظر من 2 تا فاکتور خیلی خیلی مهم وجود داره. خب یکی از نظر این که چجوری وقتتون رو اطراف این تنظیم کنیم، یکی این که شما احتیاج به، من میگم که large slots، focus slots لازم داریم. خب بهش بگیم focus slots، یعنی یه سری زمانت که درش، یعنی یه slot، یه تایم بزرگ باید باشه، مثلا 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، حتی 10 ساعت. خب طولانی ترین زمانی که در طول روز ورزش و اینا هم میرسه، طولانی ترین زمانی که درش هیچ گونه دیستراکشنی وجود نداره، هیچکی نمیاد مزاحمتون بشه یا به هر شکلی. خب مثلا ممکنه برای بعضی 2 ساعت باشه، ممکنه برای بعضی مثلا 10 ساعت باشه. در طولش غذا نمیخورین، در طولش بیرون نمیرین، هیچ چیز، بلند رو میشینین کار میکنین. خب این خیلی مهمه و در این زمان از ترجیحاً از موبایلتون رو میذارین اون برای اتاق استفاده نمی‌کنین، یا مثلا میذارین روی ایرپلین مود، جوابش نمیدین صبح. مثلا برای من سر شب همیشه این، مثلا ساعت 4 تا 10 شب اینا اون زمان خیلی خوبمه، و بعد اینه که مثلا 1 ساعت 2 ساعت استراحت کردم، بعد چون این 4 تا 10 6 ساعت مثلا کار میکنم. خب این یه جوری مهمترین زمان تو روز شماست و این با ارزش‌ترینه که باید خیلی نسبت بهش مواظب باشین. که میگم خیلی هم شخصیه، واسه اینکه احساس به مغزتون تو چه ساعت روز اکتیو تره اون باشه، ولی مثلا
ساعت صبح مشکلش با اینه که خب اوکی مثلا من 9 شروع کنم تا 12 12 کم کم گرسنه‌تون میشه میخواین ناهار بخورین بعد مثلا 12 این استاتای کوچیک و کوچیک‌تر میشه خب بعد مثلا صبح اینم هم یکی زنگ میزنه یکی میخواد میتینگ داشته باشه فلان خب برای همین من شبا میذارم اینو همیشه بعد تیکه تیکه هم قبول نیستش خب این که بگین مثلا من او مثلا من به جای اینکه یه تیکه مثلا 5 ساعته داشته باشم 10 تا مثلا نیم ساعت میذارم خب اینکه اصلا تو کار مثلا مخصوصا پروگرامینگ و کار سافت ور به مفت نمیارزه من فکر میکنم تو بقیه کارم همینطوری باشه شما وقتی میخواین یه مثلا سافت ور دیولپ کنین میخواین کد بزنین شما هر وقت که میخواین کارو شروع کنین مثلا یه نیم ساعت طول میکشه تا کدو باز کنین و مثلا نمیدونم فانکشنال رو یادتون بیاد این چی کار میکرده کی دیتابیس رو کار میکرد دیتابیس کجا بوده نمیدونم لینک این به اون چی بوده مثلا لاجیک این نیم ساعت حداقل طول میکشه تا مثلا لود بشه مغزتون که اصلا مسئله چی بوده خب اگه 10 تا نیم ساعت کنین شما هر دفعه دارین میرین برمیگردین عقب 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 هیچ به هیچ جلوی نمیرین خلاصه یه بازه بزرگ لازم دارین این شماره یک به نظر من برای ساختن این از همه چی مهمتره ساختن بازه‌های زمانی بزرگ و عمیق و فوکس که کسی مزاحمتون نشه خودتون شامونه ها نخواین اون وسطش بخورین و بشینین از اول تا آخرش کار کنین فقط کافی میخورین کار میکنین پشت پشت همین و دومین مسئله که اینو خیلی کمک میکنه این یه چیزی که اگه این نباشه هیچ چی جلو نمیره این که یه مسئله برای خودتون تعریف کنین و اینو حل کنین خب اگه مسئله خوب نشته باشین هیچ وقت فوکس نمیکنین یه مسئله که واقعا بهش علاقه‌مند باشین مثلا کسی میخواد پروگرام یاد بگیره شروع کنین یه وبسایت برای خودتون درست کنین یا یه بازی برای خودتون طراحی کنین برین تو اینترنت بگردین ببین بقیه دارن چیکار میکنن یه کاری شبیه اون انجام بدین بعد اینو من خیلی دیدم که آدم‌ها خیلی با این مشکل دارن که مثلا همش میگن ما مسئله نداریم نمی‌دونیم پروژه حالا چی حل کنیم یه پروژه ما میدی چرا من میام شما پروژه بدم شما خودت به خودت پروژه بده ببین خیلی اینطوری نباشین که مثلا من بهترین مسئله رو پیدا نمی‌کنم بهترین مسئله رو شما پیدا نمی‌کنید بهترین مسئله شما رو پیدا می‌کنه این همیشه مثلا میگم you don't find شما یه چیز مقایت این چیز که به ذهنتون میرسه شروع کنین و چیز که مثلا حرفای من شنیدین توی مثلا کلاب کار کردن این چیز درست کردن بعدتون بزرگ میشه پروژهتون بزرگ میشه با یه سری آدم صحبت کنین علاقتون به موضوع بیشتر میشه بعد جهت‌های جدید پیدا می‌کنین این هی بزرگ و بزرگتر میشه نگران این نباشین تا حالا اولش هیچ کسی نمی‌دونسته می‌خواد چیکار کنه بزرگترین آنترپرنورها مثلا فاوندرهای دنیا نگاه کنین هیچ کدوم اولشون نمی‌دونستن می‌خواد چیکار یه چرت و پرت تو من شروع کردن آروم آروم این طور زمان خودش شما رو پیدا می‌کنه نگران اون نباشین خلاصه این که همین و به نظر من بزرگترین چیزای خوب دنیا پنهانن در یک گوشه کناری پنهانن و اون در طول زمان پیدا خواهند شد اینجوری نیست که روز اول شما بدونید این مسئله خوبه این نمیدونم این پروژه خوبیه میرین کار میکنین کم کم بهتر میشه پیشت به قول این دوستمون خلاصه این به نظر من بزرگترین فرق بین انسانهای خیلی بزرگ و انسانهای معمولیه اینکه یه کاری برای خودشون تعریف میکنن و میرن اون کارا رو انجام بدن همین خیلی خیلی ساده است یه کاری تعریف کنین یه چیزی که موضوعی علاقمندین به این شروعش کنین کوچیک انجام بدین بعد هی بزرگش کنین هی چیزای کامپوننت های جدید بشه اضافه کنین خلاصه این بحث بیلدینگ چقدر چیز زیاد مونده و چقدر وقت کمه بحث آخر بحث های شخصی پرسونال گروت سعی کن یه کوچیک ببینم اوکی فکر کنم بتونیم برسیم توی یه ساعت بحث پرسونال گروث ببینین اولین بحثی که میخوام بکنم چون یه بحثی که خیلی مرتبطه با این بحثای روز دنیا اینا بحث گفتم پرسونال گروث مسافرت کردن ترافلینگ روابطتون